تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه خیلی فشرده و روان قطره ای تفسیر داریم. از اول قرآن به جزء 6 سوره مائده رسیدیم و الان آیه 27 رو میخوام تفسیر کنیم. با هم بشنویم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أي پیغمبر، داستان دو پسر آدم را برای مردم بگو. یکی از راه‌های تربیت نقل قصه های صحیحه. ای پیغمبر، حضرت آدم دو تا پسر داشت، قصه دارن، قصه شون منطقه قصه به حق بگو. چرا؟ برای که این قصه در کتاب های دیگه جای دیگه تحریف شده هست. تو حقیقت قصه رو بگو. چیه؟ از قربا قربانا، حضرت آدم دو تا پسر داشت، حابیل و قابیل، هر دو یک چیز رو قربانی کردن. یکی دامدار بود، بهترین گوسفندش آورد. یکی کشاورز بود، بدترین محصولش آورد. خداوند گوسفنده رو قبول کرد از حابیل، او که چیز پست آورده و قبول نکرد. وقتی خداوند یکی رو قبول کرد یکی رو قبول نکرد، حسادتش گل کرد، به بردش گفت میکشمت. لقتلنک، قطعا میکشمت. برادرش گفت چرا میکشی؟ خب انما یتقبل الله من المتقین. تو تقوا نداشتی که خدا کارت قبول نکرده. آخه خدا یه همه چیز به تو داده. آخه ما گاهی وقتا پول به فقیر هم میخوام بدیم، اگر یه اسکناس کنه کنه میدیم به فقیر، اگر لباس میدیم لباس کنه میدیم. قرآن میگه که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر میخوای به بر برسی، چیزی که دوست داری بده، هر چیزی که دیگه مدشو نپسندیدی، طعمشو نپسندیدی، شکلشو رنگشو نپسندیدی، اون که هنر نیست. مسئله انفاق مسئله که شکم سیر بشه، مسئله که تو دل بکنی. باید از چیزی که دوست داری دل بکنی. زهرا سلام الله علیها لباس عروسیشو داد به فقیر. امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما دم افطار غذای افطارشون دادن. ابوالفضل دو تا دستشو داد، چشماشو داد. علی اکبر جوانیشو داد. یه چیزی که دوست داری بده. میگن قربانی کنید، این گوسفند آورد، بهترین گوسفندش و اون بدترین چیزش آورد. خب تاریخ گذشته برای ما عبرته، ولی لازم یه وطلو وطلو علیهم، یعنی تلاوت کن بر اینها. خبرم که میگه خبرای مهمه بگید. نبع وصل علیهم نبع ابن آدم. نبع یعنی خبر بزرگ. یعنی اگر حرف میزنید تاریخ نرم کنید، حرفای کلیدی بزنید. حالا قهوه خوردم یا چای چه فرق کنه؟ حالا دو ساعت نشستیم یا دو ساعت نیم دیگه اختلاط که میکنید، تاریخ که نرم کنید، اون کلمات رمزی و کلیدی رو بگید. نبع یعنی خبر. خب تاریخ رو از افسانه جدا کنید. میگه وطل علیهم نبع ابن آدم بالحق. بالحق یعنی افسانه هاشو، چون در تورات و اینها این خبرها اومده متو همراه با تحریف و خرافات و اینها. شاید مرادی باشه که چون در تورات تحریف شده این با خرافات اومده، این خرافات بوده کنار لب به مطلب و بگو اون که حقیقتشه بگی. ای پیغمبر، بره مردم قصه فرزندان آدم نقل کن، متو بدون افسانه حقیقتو بگو. خب از قربا قربانا، هر دو پسر آدم حابیل و قابیل قربانی کردن. مهم نیست چیه، مهم اینه که در قربانی از تقرب به خداست، نه قربانی. حال قربانی از هر که میخوا باشه، ولی لازم که قربانن، قربا قربانن نکره اومده. یعنی مهم اینه که تو دل بکنی. خب از یکی قبول شد، از یکی قبول نشد. فتقبل من احد ما ولم یتقبل ما. قربانی که قبول شد، قربانی که قبول نشد. این پیداست پسر پیغمبر بودن نقشی در قبول شدن نداره. ممکنه پسر پیغمبر باشی بازم کارت قبول نشه. گاهی وقتا تو امتحان پسر یه آیت الله ممکنه رد شه. باشه پدرت آیت الله است ولی تو مردودی. این که حالا من پسر پیغمبرم حتما کارم باید قبول بشه، ای تو نیست.
خب قال لاقتلنک، اولین مرگ در کره زمین شهادت بوده. حسادت برادر کشی میاره، برادر برادر رو حسادت میکشه. در مقابل آدمایی که حسود هستن آروم صحبت کنین، بگیم بابا چرا میگم میکشم، انما یتقبل الله من المتقین. خیلی افراد مثلا رشوه میگیرن، بعد مثلا روز عاشورا خرج میدن، افطاری میدن، پول به فقرا مسجد میدن. تو واسه پولت رشوه. تو دربار طاغوت بودن، پول در آوردن، حال حسینیه میسازن، مسجد میسازن، یاد بود میسازن، یادگار میسازن. قصه رو نقل میکنن که شخص رو خیلی تعریفش میکردن که بسیار آدم پول خرچونیه. یه روز امامشون رو دید که دید رفت دکونه نونوایی، دو تا نون وردش زیر عباش گرفت، پولش نداد. یعنی چی؟ رفت دکونه میوه فروشی، دو تا انار زیر عباش گرفت، پولش نداد. تعجب که این که میگفتن خیلی آدم خوبیه، من دیدم که این دو تا نون برداشت پول نداد، دو تا انار برداشت پول نداد. رفیق خورده جلوتر داد به فقیر، خواستنش گفتن چه کردی؟ گفت مؤمن باید درنگ باشه، دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا دادم به فقیر. قرآن میگه هر کی خیر بکنه 10 تا ثواب داره، 4 ضرب در 10 40 ثواب گیرم، 4 تا گناه کم میشه 36 دارم میمونه. حضرت عمر ریاضیت خوبه، ولی آخه ادمال دوزی انفاق کردی. بعضی ها یه فرمولای ریاضی هم درست میکنن و فکر کنن این فرمول ریاضی بسه حل میکنه. خیلی محاسبات این تو نیست. یکی دختری رو گرفت عروس رو برد خونه، بعد سه ماه زایید. ما پالو پدر خانمش گفت ای چه دختر رو بومده دید؟ گفت چشه؟ گفت سه ماه زایده. گفت کی باید بذات؟ گفت نه ماهه. گفت بشه برای ثابت کن. خب بشینش. گفت چقدر وقت دختر من زن تو شده؟ گفت سما. گفت خب یک. گفت چه وقت تو شوهر او شدی؟ چه وقت او زن تو شده؟ سما. گفت چقدر تو شوهر او شده؟ گفت سما. گفت چه وقت هر دو با هم زن و شوهر شدی؟ گفت سما. گفت سه تا نه تا. گفت خیلی خوب، فرمول ریاضی شما درسته، ولی سوء زن منم سر جاش. انما یتقبل الله من المتقین. ولذا هر چی درجه تقوا بیشتر باشه، چون قرآن نرخای زیاد داریم، بعضی آیات میگه ضعف دو برابر ثوابش میدیم، بعضی آیات میگه اضعاف چند برابر، بعضی آیات میگه عشر امثالها ده برابر، بعضی آیات میگه 700 برابر. پولی که به فقیر میدی انگار دونه میکاری 7 خوشه، در هر خوشه 100 دونه. بعضی آیات میگه فلا تعلم و نفسون، اصلا کسی نمیدونه چقدر، این تا بی نهایت. خب حالا یکی سوال، چطور خدا هر جنس رو یه بار دوبله میکنه، یه بار چند برابر، ده برابر، 700 برابر، بیشتر؟ چیه این نرخای، این نرخای متفاوت داره چیه؟ جوابش اینه که بخواهی که تقوا متفاوته، کسی تقواش کم باشه، تقواش زیاد بشه فرق میکنه. ولذا در قرآن چه رقم قبول داریم؟ یه بار داریم که خدا قبول میکنه فتقبل، یه وقت داریم به قبول حسن، آیه دیگه داریم خوب قبول میکنه، در دعا داریم به احسن قبولک. پس قبول عادی، قبول حسن، قبول احسن. ببینید یه لیوان آب من به شما میدم، شما گاهی لیوانو میگیری میخوری با دست، یه دست، گاهی دو دسته میگیری، گاهی پا میشی احترام میگیری. گاهی انسان پول به یه چیزی میده، پول هم تو پلوش میندازه، یه وقت یه دسته بشه، یه وقت دو دسته میده، یه وقت تو پاکت میذاره بهش میده. هر چی تقوا بیشتر باشه قبول خدا بهتره، ازش هم بیشتره. حضرت آدم دو تا اولاد داشت، حابیل و قابیل. یکی دامدار بود، گوسفند خوبی آورد، خدا قبول کرد. یکی کشاورز بود، محصول بسیار بدی آورد، قبول نکرد. اون که قبول نشد، به جای که جبران کنه، ای به خودشو عذرخواهی کنه، استغفار کنه، پرروی که گفت حالا که تو قبول شد تو رو بکشم. گفت چرا منو میکشیم؟ من چه گناه کردم؟ انما یتقبل الله، انما فقط از افراد با تقوا کار قبول میشه. بنابراین آدمایی که نماز نمیخونن اما جمعی از فقرا رو غذا میدن، اینا قیامت گیرن. نمیتون بله حالا ایشون نماز نمونه ولی رسیدگی به فقرا میکنه، تقوا نداره ایشون. در مقابل فرمان خدا سرکشی میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، اینها که کار میخوان کارشون قبول بشه با تقوا داشته باشن. خب ملاک پذیرش اعمال تقوا، شخصیت افراد، نوع کار اینا مهم نیست.
خدایا تو به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده اعمالمون بر اساس تقوا باشه، فکر متقوا، هم یعنی تقوای فکری، تقوای چشم، تقوای زبان، تقوای سیاست، اقتصاد، خانه‌داری، همسرداری، بچه‌داری، تقوای در همه مراحل به ما تقوای کامل مرحمت بفرما. آیه 27 تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.